اما فعل نعمل دوستان در کنار فعل نعمل میبینید یک پرانتز وجود داره و درونش نوشته شده نیم. خب همونطور که قبلا هم دیدید دوستان، نعمل جز افعالی است که تغییر شکل داره. یعنی چی تغییر شکل داره؟ یعنی ریشه فعل که همون نیم هست در دو شخص دو و ار اس زی، در واقع در دو شخص تو و او، به جای اینکه نیم باشه نیم میشه، یعنی تبدیل میشه به نیم، تبدیل میشه به همون چیزی که توی پرانتز میبینید که در زبان آلمانی دوستان به این صورت است. هر وقت در زبان آلمانی دیدید در کنار یک فعل در پرانتز نوشته شده بود، چیزی نوشته شده بود، بدونید که اون در واقع همون تغییر شکل ریشه فعل هست برای دو و ار. خب دوستان مثل همه فعلای دیگه بیاین صرف کنیم فعل نعمن رو. خب ایش نعمه، دو، خب باید استی اضافه کنیم به ریشه دیگه، خب باید بگیم دو نمست، اما اینجا به جایی که بگیم دو نمست باید بگیم دو نیمست، چون ریشه برای دو تغییر شکل داره، به جای دو نمست باید بگیم دو نیمست. برای ار اس و زی هم به جای نمت باید بگیم نیمت، چون ریشه همونطور که مشاهده می‌فرمایید و علامت زده شده جلوشون به جای اینکه نم باشه تبدیل میشه به نیم، ار نیمت یا اس نیمت یا زی نیمت. خب برای اشخاص بعد دوستان فعل هیچ تغییر شکلی نمی‌کنه. دقیقاً باز می‌بینید برای ویر و دوتا زی، یعنی زی به معنی آنها و زی یعنی شما محترمانه، خود نیمن که اصل فعل هست، مصدر فعل هست، استفاده میشه. ویر نیمن، زی نیمن، زی نیمن. و برای ایر که به معنی شما هست، شمایی که چند نفر هستند، در واقع باز یک تی به پایینش اضافه شده و میشه ایر نیمت. یعنی در واقع شما مثلا میگیرید یا شما میبرید. میدونید دوستان نیمن به معنی گرفتن، برداشتن یا بردن میتونه باشه. خب دوستان این هم از صرف افعالی که تغییر شکل دارن. در افعالی که تغییر شکل وجود داره، اولا این تغییر شکل ریشه فقط برای دو شخص تو و او هست و در سایر اشخاص هیچ تغییر شکلی صورت نمیگیره. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمیکنه.